درود و وقت بخیر خدمت همراهان گرامی کانال آدزو. خیلی خوش اومدید. امروز میخوام راجع به حساب‌های بین‌المللی براتون صحبت بکنم. نقد کردن درآمدهای ارزی، اینکه چطوری میتونید دوستانی که در ایران هستن میتونن از خدمات بین‌المللی بدون داشتن حساب بانکی و حساب‌های بین‌المللی و همچنین کردیت کارت، ویزا کارت و مستر کارت بتونن که خدمات بین‌المللی خریداری بکنن. اما دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن حتما ازشون خواهش میکنیم که ما رو سابسکرایب کنن، حمایتمون کنن تا هیچ کدوم از آموزش ما رو از دست ندن و زودتر سایرین هم از آموزش های ما با خبر بشن. با ما همراه باشید با ادامه آموزش. اما همونطور که میدونید برای کسب درآمد آنلاین در سراسر دنیا و اینکه مردم بتونن خرید انجام بدن، یکی از سرویس‌ها که خیلی معروف هست سرویس پیپال هستش. سرویس پیپال یا سایت پیپال در سراسر دنیا قابل استفاده هستش، یا اینکه خیلی‌ها این حساب رو دارن و میتونن خریدهایی رو انجام بدن. با استفاده از سرویس پیپال میتونن خیلی ها درآمدشون رو به حساب پیپال منتقل بکنن و کسب و کارشون رو در واقع اوکی بکنن، یعنی در هر جای دنیا هستن میتونن حساب پیپال داشته باشن و درآمدشون رو نقد بکنن. اما برای عزیزانی که در ایران هستن متاسفانه پیپال در واقع در دسترس نیست و اگر هم کسی بخواد حساب پیپال رو باز بکنه نمیتونه کار انجام بده، یا اینکه اگرم پول به حسابش بیاد اگر آی پی هاش و دقت نکنه آی پی هاش عوض بشه پیپال حسابش رو میبنده و این در واقع برای خیلی ها پیش اومده. برای منم تا یه سالهای گذشته خیلی پیش اومده بود و حساب های من بسته میشد. البته که شرکت هایی هستن که میگن ما این کار رو انجام میدیم، حساب پیپال رو باز میکنیم، ولی بنده بهتون توصیه میکنم به هیچ عنوان حساب پیپال رو در ایران افتتاح نکنید. الان هم که هزینه های خیلی زیادی رو میگیرن این کار رو انجام میدن. اگر شما به قسمت ساین اپ حساب پیپال مراجعه بکنید، حالا مثلا پرسونال اکانت رو اگه بزنید، اینجا متوجه میشید که ایران و حالا اون کشورهایی که اینجا هستن شما میتونید اگر تو این کشورها باشید میتونید حساب باز بکنید، ولی اگر تو هیچ کدوم از این کشورها نیستید من به شما توصیه میکنم که از حساب پیپال استفاده نکنیم. مثلا هند هست، اندونزی هست و ایران نیست، یا مثلا کویت هست و حتی لاوس هستش و حتی کشور ترکیه هم طی چند سال گذشته در واقع پیپال دیگه تو اون کشور فعال نیست. یعنی همونطور که میبینید کشور ترکیه هم دیگه، یعنی در واقع عزیزانی که در ترکیه هم اصلا نمیتونن از حساب پیپال استفاده کنن. پس شما اگر بیایید اینجا نگاه بکنید ببینید کشوری که درش زندگی میکنید اینجا جز قوانینش هست، یعنی میتونید اینجا، یعنی تو این ثبت نامی هست میتونید ثبت نام کنید، ثبت نام کنید. اگر نمیتونید بی خود دنبال دور زدن و اینکه به یک شرکتی من پول بدم برای من حساب پیپال باز بکنن دنبال این نباشید، به خاطر اینکه بسیار بسیار ریسکش بالاست و باعث میشه که حسابتون بسته بشه و من به شما توصیه میکنم که از حساب پیپال استفاده در واقع نکنید. و در ادامه بهتون آموزش میدم که یک سایت رو معرفی میکنم، یک سایت فوق العاده معتبر رو معرفی میکنم که میتونید، من خود من هم با این سایت کار میکنم، یعنی چندین سالی که با این سایت کار انجام میدم و چه خدمات بین‌المللی چه اینکه بخوام درآمدمو نقد بکنم برای من انجام میدن. پس حساب پیپال رو اگه در ایران هستید و در ترکیه هستید کلا سراغ حساب پیپال نرید، مگر اینکه اون کشوری که در واقع جزش هست، یا اینکه اگه برید قوانینش رو بخونید حتما قوانینش رو بخونید، یا یه قسمت هست در تمام سایت ها به نام ترمز رو اگر بخونید یا هلپ رو اگه مطالبه کنید میتونید اون حساب داشته باشید. اما یه حساب دیگه هست به نام پایر. حساب پایر شما میتونید حساب پایر داشته باشید و اتفاقا
این به جای حساب پیپال کار میکنه. و خیلی از این سایت ها که حالا من آموزشش رو در گذشته بهتون دادم، مثل اون سایت شورت لینک، میتونید از حساب پایر استفاده کنید. اتفاقا کسانی که در کشور امریکا هستن این دفعه نمیتونن از حساب پایر استفاده کنن، یعنی در قوانینش هم اومده شما نمیتونید از حساب پایر استفاده بکنید. و برای ثبت نام هم تو کریت اکانت در واقع کلیک میکنید، یه مرحله خیلی ساده ای داره انجام میدید و در واقع خیلی راحت هستش و اپلیکیشناش هم هست تو حالا در واقع جای مختلف، در اپ استور هم هست، میتونید در واقع استفاده کنید. یکی از خوبی های پایر این هستش که پول به حسابتون خیلی سریع میاد، یعنی جابجایی پول خیلی سریعه. و همچنین ارزهای دیجیتال هم هست، یعنی اگه شما دلار داشته باشید میتونید تبدیل به بیت کوین کنید، بیت کوین داشته باشید میتونید تبدیل به دلار کنید و همینجوری میتونید از این حساب استفاده کنید. حساب در واقع یورو، دلار و ارزهای دیجیتال هم در واقع شامل حساب پایر میشه. پس اگه در ایران هستید میتونید از حساب پایر استفاده کنید. یه حساب دیگه هست به نام حساب وب مانی. حساب وب مانی هم خیلی معروفه. خب خیلی حساب وب مانی دارن، مخصوصا کسانی که بورس کار میکنن، فارکس کار میکنن، معمولا حساب وب مانی دارن و میتونن از حساب وب مانی استفاده کنن. اینم ثبت نامش کار خاصی نداره، میتونید ثبت نام انجام بدید. ولی باز هم بهتون توصیه میکنم اگر واقعا میخواید ریسک کمتر بشه، حالا من تو پایر این حرفو نزدم، ولی اگه میخواید ریسک کمتر بشه میتونید حساب وب مانی هم در واقع اگر که جای درآمد داشتید نقد کنید، بدید شرکت هایی که خیلی مورد اطمینان هستن براتون انجام بدن. و یه حساب دیگه هست به نام پرفکت مانی که حالا این هم میتونید ثبت نام کنید، یعنی پرفکت مانی هم میتونید ثبت نام کنید، یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه. اما در قسمت ترمز که میاید تو پرفکت مانی میتونید اینجا مشاهده بکنید، ما ترجمه رو در واقع ترجمه آنلاین رو نصب کردیم، اینجا قوانین رو میتونید بخونید. حتما حتما در واقع قوانین رو بخونید و استفاده از حساب پرفکت مانی به چه صورتی هستش. و خدمت شما عرض کنم که ببینید اینجا نوشته استفاده از سیستم پرفکت مانی توسط شهروندان ایالات متحده و ساکنان دائمی آنجا اکیداً ممنوع است. یعنی کسانی که در امریکا هم هستن از پرفکت مانی نمیتونن استفاده کنن. پرفکت مانی هم حساب خوبیه، میتونید داشته باشید. یه سری از سایت ها پرفکت مانی رو قبول میکنن و میتونید که از حساب پرفکت مانی هم استفاده بکنید و اینجا میتونید قوانینش رو بخونید و ثبت نامش هم کار نره، خیلی ساده هستش و ثبت نامش هم راحته و کار خاصی نداره دیگه. ساین اپ و ایمیلتون رو وارد میکنید، پسوردتون رو وارد میکنید و بعد وارد میشید. اما سایتی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت ایرانپی.بیز هست، من لینکش رو در توضیحات میذارم. یک سایت بسیار خوبی هست که شما میتونید در این سایت ثبت نام بکنید و از خدماتش استفاده بکنید. کارت های بانکی، نقد کردن درآمدهای ارزی، درآمدهای وسترن، دریافت وسترن یونیون، حتی اگه بخواید کار حواله انجام بدید این سایت براتون انجام میده. بعد خیلی خدمات خوبی داره و میتونید از این خدماتش استفاده بکنید. حتی اونا که فریلنسر کار میکنن میتونن اینجا در واقع حساب فریلنسر باز بکنن و اینها این کار رو براتون انجام میدن. با هزینه که دریافت میکنن میتونید این کار رو انجام بدید. ثبت نامش، ببینید نکته که وجود داره در این سایت حتما باید رعایت بکنید. اولش که بعد اینکه ثبت نام میکنید ایمیلتون رو باید وریفای بکنید. ایمیلتون رو که تایید کردید حتما حتما باید احراز هویت در این سایت انجام بدید. در تمام سایت هایی که به این صورت هستش احراز هویت رو باید انجام بدید. و این سایت خیلی معتبری هست، خیلی سایت معتبره. میتونید از این در واقع مدرکی که دارن اینجا بینگ پارتنر میتونید در واقع مشاهده بکنید که در واقع خیلی از سایت ها این در واقع بینگ پارتنر رو ندارن و این نشون میده که این سایت خیلی معتبره و میتونید
از این سایت استفاده کنید. پس نکته که باید رعایت کنید، بعد از اینکه ثبت نام کردید حتما احراز هویت انجام بدید و وریفای هم بکنید ایمیلتون رو. بعد اگه درآمد ارزی داشتید میتونید اینها براتون درآمد ارزیشون در واقع میتونن براتون نقد بکنن. من لینک در واقع ثبت نام پایر و لینک این در واقع ایران پی رو در پایین میذارم، میتونید اینجا ثبت نام بکنید. و اینکه اگرم خواستید، من فقط حساب پایر رو با پرفکت مانی رو پیشنهاد میدم که حالا باز بکنید و عزیزانی که در ایران هستن یا در ترکیه هستن میتونن از این حساب استفاده بکنن، ولی حساب پیپال رو من به هیچ عنوان توصیه نمی کنم که باز بکنید. و البته که اگر که در یک سایت هستید که چندین حساب رو قبول میکنن، میتونید در روش دیگه استفاده کنید، برای اینکه پیپال خیلی کارمزد کم میکنه، این نکتهش هم هستش. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. ویدیو یک کمی طولانی شد، ازتون عذر میخوام، فقط خواستم توضیح کامل خدمتتون عرض بکنم. حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.